برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپا خیز از جا کن. در دومین هفته پس از خیزش یگانه مردمی در ایران که چرت حاکمان فاسد و جنایتکار را پاره کرد، با فراخوان کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست در هانوفر آلمان، جمع بسی از ایرانیان و همگامان غیر ایرانی برای دومین بار در این دور از حرکت مردمی همبستگی خود را اعلام کردند و افکار عمومی را در جریان وسعت دستگیری های اخیر و میزان کشته و زخمی شدگان گذاشتند و با ابراز نگرانی در مورد وضعیت وخیم دستگیر شدگان، خواهان فشار افکار عمومی و مجامع مستقل حقوق انسانی و احزاب و نهادهای مترقی بر جمهوری اسلامی برای آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی اخیر و همچنین زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و مدنی از پیش در بند شدند. سلام و تشکر از حضورتون در این اکسیون که به دعوت کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات هانوفر جواب مثبت دادین و همبستگیتون رو با مبارزات آزادی خانه و عدالت خانه در ایران اعلام کردین و همینجور که مطلعین، زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان اخیر در زندان به وسیله مزدوران جمهوری اسلامی لحظه به لحظه به قتل میرسن و به گفته عفو بین الملل تا به حال 5 تاشون اسامیش مشخص شده. برای همبستگی با این زندانیان سیاسی، برای فرستادن یک هیئت برای تحقیق و تفحص در رابطه با زندان و جلوگیری از کشتار جوانان این مرزم بوم، فقط از طریق مبارزه متحدانه ما میتونیم تأثیر خودمونو بذاریم و همگی با هم فریاد بزنیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، حکومت ضد زن سرنگون سرنگون، حکومت ضد زن سرنگون سرنگون. آیت الله محمود شارودی هات sich zu medizinische Behandlung in der Stadt Hannover aufgehalten. توضیح در مورد افشای چهره جنایتکار محمود هاشمی شاهرودی و یا به قول رسانه‌های آلمانی قاضی القضات مرگ در جمهوری اسلامی بود که برای معالجه در بیمارستان مغز و اعصاب اینی در هانوفر بستری شده بود. تلاش‌های فعالان سیاسی این شهر که تبدیل به کارزاری عمومی و گسترده برای محاکمه رئیس سابق قوه قضاییه به جرم جنایت علیه بشریت شد و تشکیل پرونده در دادستانی با شکایت‌های افراد و نهادهای گوناگون موجبات فرار زود هنگام این مصداق بارز مشارکت در جنایت علیه بشریت در معیت محافظین او و اداره تحقیقات جنایی ایالت نیدرزاکسن گشت. این واقعه که بازتابی کم سابقه در رسانه‌های آلمان و همچنین رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی داشت، با عواقبی جدی‌تر شطوری است که دیر یا زود در خانه همه دستندرکاران جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت خواهد خوابید و نشانی از همبستگی و قاطعیت فعالان سیاسی تبعیدی در به محاکمه کشاندن جانیان جمهوری اسلامی علیه بشریت. در ضمن شارودی با اون وضعیتی که خودتون هم ازش مطلع هستین فرار کرد و اعتراضات ما و دیگر جریان ها و در صدر اخبار جهان قرار گرفت و ما این قضیه رو دنبال خواهیم کرد با نام فرستادن به احزاب، امنیستی، عفو بین الملل و غیره و حقوق بشر و خواهان این خواهیم شد که یه هیئتی برای تحقیق و تفحص در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی ما اونجا برن و تحقیق کنن ببینن جریان چیست. اما این جریان به خاطر همبستگی با زندانیان سیاسی به دفاع از جان زندانیان سیاسی حتما شنبه دیگه حضور به هم برسونیم اینجا و با هم فریاد بزنیم که ما هستیم و زندانیان سیاسی دفاع میکنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. حکومت ضد زن سرنگون سرنگون. حکومت ضد زن سرنگون سرنگون. هوخ دی انترنشنال سولیداریتت. در این اکسیون نیز نهادها و احزاب آلمانی دیگری ضمن اشاره به سابقه مبارزات مردمی در ایران و همدلی جنبش‌های اجتماعی آلمان با آنها به خیزش اخیر مردمی در ایران پیام همبستگی دادند. از جمله روته هیلفه، همیاری سرخ، فریدنس بیورو، نهاد صلح هانوفر، جریان آنتی فاشیستی هانوفر و همچنین حزب مارکسیست آلمان MLPD که هفته گذشته نیز در کنار حزب چپ آلمان دی لینکه شرکت داشتند. Ja, ich möchte im Namen des Friedensbüros eine Solidaritätsadresse, ein Grußwort sprechen. Heute bei der Kundgebung hier. Wir stehen hier alle, um unsere Solidarität mit den Protesten der iranischen Bevölkerung zu zeigen. Liebe Genossinnen und Genossen, Freunde und Freundinnen, wir bringen euch im Namen der Roten Hilfe e.V. unsere solidarischen Grüße und bekunden unsere Verbundenheit. Die Verbundenheit der deutschen Linken mit der iranischen Bewegung hat eine lange Geschichte. Wir Antifaschisten von Hannover, wir solidarisieren uns mit den schutzlosen und unterdrückten Menschen im Iran. Wir wollen nicht hinnehmen, dass dort Menschenrechtsverstöße passieren, und zwar jeden Tag, dass Studenten zu Tausenden inhaftiert werden, die für Menschenrechte auf die Straße gehen. Wir solidarisieren uns überall, wo Faschismus auftritt. Wir kämpfen dagegen an. Ja, hallo, ich bin Florian von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, der MLPD. Auch wir möchten unsere Solidarität hier an dieser Stelle ausdrücken. Hamchenin, نماینده حزب همبستگی افغانستان نیز همبستگی خود را اعلام داشت. با عرض سلام ها و درود خدمت همه حاضرین در این اکسیون، ما به نمایندگی از هواداران حزب همبستگی افغانستان در اروپا، همبستگی خود حزب همبستگی افغانستان با مردم افغانستان، با مردم شریف، با پاخواسته ایران اعلان می‌دارم. ما از این تریبیون می‌خواهیم به همه دوستان ابلاغ بکنم که مردم افغانستان، مردم ایران در این مدت چند دهه زیر پاشنه‌های آهنین استبداد بنیادگرایی و فاشیسم مذهبی خرد میشن، خمیر میشن و جنایتکاران و اعدام‌ها، کشتارها، زندانی که نمودن ها و انواع مختلف استبداد دست می زنند. ما بخواهیم یک بار دیگه همونطور که ملت سرفرازی ایران نشان دادن که با پاخیستن در برابر استبداد مذهبی و آخوندی یک امر ضروری است، همچنان مردم افغانستان مصمم است که با استبداد و اشغال در افغانستان خاتمه بده. امپریالیسم امریکا با بنیادگرایی مذهبی در افغانستان بر ستمی را که بر ملت ما وارد میکنند، با کشتار و وحشت و دهشتی که مردم ما ببینند و همچنان مردم ایران از آخوندها و رژیم اسلامی ایران ببینند، اما و همه ما را به یک سرنوشت مشابه قرار داده و با پشتیبانی از همدیگر میتانیم زنجیرهای اسارت، استبداد و دیکتاتوری را از بین ببریم. ما یک بار دیگه همبستگی مردم افغانستان با پاخواستگان ایران، با رستاخیز بزرگی که مردم ایران برانداختن در اینجا اعلان میکنم و امیدهای و شفقهای سرخی را در کران در کشور ایران و افغانستان انشاءالله بشارت میدیم. و در آخر میخوایم بگم که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون باید گردد، اعدام های سیاسی متوقف باید گردد، اشغال از افغانستان
خاتمه یابد و دولت های هر دو کشور سرنگون باید گردد. تشکر از شما. Liebe Hannoveranerinnen und Hannoveraner, wir bedanken uns, dass wir alle gemeinsam uns eingesetzt haben hier für Demokratie, für Menschenrechte im Iran und überall. Denkt bitte daran, nächste Woche um die gleiche Zeit und dann auch hier treffen wir uns nochmal. Wir haben noch viel vor. Wir wollen die Proteste im Iran weiterhin unterstützen. Wir wollen uns für die Freilassung von über 3000 Menschen, die jetzt verhaftet worden sind, einsetzen. Wir wollen die Generalstaatsanwaltschaft weiterhin verfolgen, was sie dann wirklich und konkret dann berichten. Wir haben viel vor und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nächste Woche hoffentlich doppelt so viel sind. Vielen Dank. دوستان عزیز، ضمن تشکر به خاطر حضورتون تا اینجا و اینکه امیدوارم هفته بعد هم در کنار هم علیه جمهوری اسلامی و دفاع به جون جان زندانیان سیاسی اینجا باشیم، حضور به هم برسانیم و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسیمون باشین. خیلی ممنون. نوت کنید تمام پلاکارت ها رو بیارین اینجا بغل ماشین که ما برای هفته دیگه بهش احتیاج داریم. صمیمانه از حضورتون تشکر میکنیم.